اللهم صل علی محمد و آل محمد. حقیقتش من با این اسمی که واسه مدرسه انتخاب شده اصلا موافق نیستم. درسته که یه قسمت از کار ساخت این مدرسه به عهده ما بوده، ولی کار بزرگی نکردیم که. الان هم خدمت رسیدم که فقط شادی شما رو از نزدیک ببینم، عرض دیگه ای نیست. دم به دم بر همه، دم بر گل رخسار محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره فیلمشو دیدم، به دلم نچسبید. چرا خوب نبودن؟ ما صد دفعه بهت گفتم یه گروه حرفه‌ای برام پیدا کن، یه کارگردانی که همه بشناسن. این بابا رو که کسی نمیشناسه، فقط تو میشناسیش. یه جوری فیلم گرفته که انگار جشن تولد پسرشه. باشه انشالله دفعه بعد. باشه باشه، حالا ببینیم دفعه بعد چی کار میکنی. فعلا خداحافظ. خداحافظ. این سکوت دلیلش چیه؟ دلیلش چی آبجی میاری؟ شما بگو عروس خانم. من نمیدونم چی بگم بابا، خودتون هرچی صلاح میدونین بگین. من اگه میدونستم شما چی باز بگین که خودم میگفتم. نظر شما چی حمید خان؟ چرا اتفاقا دوست دارم صحبت کنم، ولی نمیدونم یه میله چیزی از پشت این صندلی زده بیرون. منش نگرانم که یه وقت لباسم پاره نشه. میگم که فکر کنم شما با هاش خانوم از این ماشین خیلی خاطره دارین که هنوز از این ماشین استفاده میکن، نه؟ خب داداش چرا به دامادت نمیگی که این ماشین رو یک ساله که خریدی؟ چی شد آجا خواه؟ اینم از این. چی شد آجا خواه؟ من قراره با لیموزین شیشتر ببرم اتون جنوب شهر هیات. آقا همونطور که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، هر ماشینی هم جایی داره. حالا پیادشو ببینم بازوهات هم مثل زبون تند و تیز هست یا نه. مرجان بیا بشین باش فرمو با حمید آقا. آخر مجلس التماس دعای ما یادت نره، یه جوری بگو انگار من در جریان نیستم. بالاخره این همه کار خیر میکنی، مردم بفهمن دعامون کنن دیگه. خب آخه چی باید بگم؟ کاش از اولش میگفتین. اگه میگفتم نمیومدی ها؟ نه آخه من به این نیت و یه عشق دیگه امشب اومدم. اصارت بزن اصارت. داشتی از عشق میگفتی؟ بله بفرمید. شما بریم من الان میام. آقا حمید التماس دعا داریم. ما خودم محتاجیم به دعا آقا. خلاصه خود در جریان کارام که هستی، مختصر بگو بگو رد شو. بریم بریم من الان میام. فعلا با عزت خداحافظ. بریم من الان میام. بریم. به به حاج آقا سعیدی احوال شریف، مشرف فرمودیم. سلام علیکم مخلصم. احوال شما؟ خیلی خوش آمدید. جا خوبیم. میگم هر جا که کار خیری هست اسم حاج حسین عزتی هم هست. ماشاءالله خدا خیرتون بده. اختیار دارین آقا، ما که پیش خدا از همه روسیاتریم، دیگه بیشتر از این وسعمون نمیرسه آقا سعیدی. میگم شما چند ساله با این ماشین دارین رامی اینو تحملش میکنید؟ نمیخواید دل از این ماشین بکنی؟ دیگه به گروه خون ما بیشتر از این نمیخوره حاج آقا.
همینم برای سرمون زیاده. شکست نفسی میفرمایید آقا؟ بفرمایید در رکاب باشیم آقا. بفرمایید. التماس دو قبول بشه انشالله. قبول ها. اجرتون با آقا امام حسین قبول باشه انشالله. صلوات بلند خط بفرم. اللهم صل على محمد آل محمد. سفره احسان امام حسین برای پذیرایی شام تدارک دیده شده. خواهش میکنم که هیئت رو تگ نفرمایید تا برای پذیرایی در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. صلوات بلند بفرستین. اجرتون با آقا امام حسین. صل علی محمد و آل محمد. مخلص شماییم. حاج آقا فرصت کردین انشالله یه زنگ به من بزنید در مورد اون طرحتون یه صحبتی با هم بکنید. چشم آقا در خدمتیم. یا علی. علی یارتون. آقا وقت شام شما اینجا واسدین. ظرفای جدید آوردن. آره آوردن. حاجی میخواستم راجع به این ظرفا باهاتون صحبت کنم. فعلا وقت ندارم. برو کمک کن کسی شام نخورده نره بیرون. این ثوابش از صرف زدن با من بیشتره. برو. چش. یه هیئت هم چند تا خیابون پایین تره. میخوای قدم زنون بریم اونجا هم هیئت رو ببینیم هم یه قدمی زده باشیم ها؟ بریم. خیلی خب پس با عزت ما میریم اون سمتی. چرا سوار نشدیم؟ من و حمید میخوایم یکم قدم بزنیم. منو میرسونه. نگران نباشی ما زود برمیگردیم. یعنی چی؟ درسته که شما حق کردین ولی هنوز که نرفتین سر خونه زندگی خودتون. این قدم زدنهای آخر شب چه معنایی داره؟ اصلا تو چرا تکلیف دختر منو روشن نمی‌کنی؟ الان چند ماه گذشته؟ آخه داداش الان چه وقت این حرف هاست؟ حرف حساب همیشه وقتشه خواهر. حسن آقا شما بزرگ من هستین، جای پدر من هستین، ولی دلیل من نمیشه که تو هیئت چون راجع به سجایای شما صحبت نکردم با من اینجوری صحبت کنی. واسه من از آب گلالود ماهی نگیر. از اولش هم من دلم به این وصلت رضا نبود. هرجان برو بشین تو ماشین. بشین تو ماشین تا فردا بس فردا این آقا با پدرشون بیان ببینم چی شد اون قول و قراره که گذاشته بودن. حاج آقا احترام شما برای من خیلی واجبه ولی این رفتار شما خیلی لا. رفتار من چیه؟ رفتار من چشه؟ ده اگه مردی تو چشم نیا که حرفت بزن. منصر چی هستی؟ نگاه کن دیگه. دیدی مرد بودن اون قدم که تو فکر میکنی راحت نیست؟ مگرسین چی شده؟ سشت این شب عزیز اینجوری داد بیداد بکنی یا؟ اصل خونوادگی آقا جون. شما فکر کنی من جای پدرتون هستم. آجوسین حالا مگه چی شده؟ با اجازت خداحافظ شما. خداحافظ. بریم امون جون تو ماشین بشین حالا پدرت بیاد سر جاش. گوره بره ما پر شده از جوانای پرمدعایی که فقط بلدن خودشونو به زندگی دیگرون تحمیل کنن. اون چی کار کرده واقعا؟ آروم باش. من میدونم واقعیت چیه. چرا همه چی رو قاطی هم میکنی؟ مثلا چیو میدونی؟ آخه چرا باید کار خیر رو تو بوغا کرنا کنی؟ خدا میگه هر کس که بخواد اسمشو بزرگ کنه من کوچیکش میکنم. خودت میدونی که اینجوریا نیست. ولی حالا چرا داری نمک رو زخمم میپاشی؟ اینو دیگه نمیدونم. ولی دنیا کوچیکه حسد مهدی. به هم میرسی. چه کلمه حرف حساب زدم. داری تهدیدم میکنی؟ من کی باشم بخوام شما رو تهدید کنم؟ خداحافظ. فکر کرده خودش کیه که از صندلی ماشین من ایراد میگیره؟ بعد آدم جوری زندگی کنه که به دیگران یاد بده چیکار کنن؟ داداش شما هم که ماشاءالله فقط دنبال چیز یاد دادن به بقیه این. کی وقتش میرسه خودتون یه چیز یاد بگیرید خدا عالم.
آخه سر چی بین این دوتا رو اینجوری به هم زدی؟ ما تا حالا زیر بال پرشو گرفتیم، خودشو گم کرده. وقتش بود تشری هم بشنفه تا گوشی دستش بیاد. حمید درست حرفشو روک میزنه، ولی پسر پر روی نیست. شما هم نباید اینجوری با شخصیتش بازی میکردین. یه حرفایی هست که هیچ جوری از ذهن آدم پاک نمیشه، حتی وقتی همه با هم آشتی کنن. اتفاقا حرفی که حمید بهم زد اینجوری بود. حالا بذار برسیم خونه، مفصل راجبش صحبت میکنیم. سجایا بودیم شما. کاری با من ندارین بابا. بیا بشین. آخه یکم کلاس هم دیر میشه، میشه شب در موردش صحبت کنی؟ زیاد وقتتو نمیگیرم، بیا بشین. میخواین یه چای دیگه براتون بریزم؟ اگه امروز این پسر خودش واسه عذرخواهی اومد، اومد، منم سعی میکنم به خاطر تو ببخشم. اما اگه نیومد دیگه نمیخوام اسمشو توی خونه بشنفم. فهمیدی؟ حرفتون همین بود؟ نه خیر، میخوام بهم قول بدی که تو در این باره حرفی بهش نمیزنی. شما فقط به خاطر یه جمله اینجوری نظرتون در مورد شبست شد؟ گاهی اوقات یه کلمه میتونه تمام درونیات آدمیزاد رو نشون بده، چه برسه به یه جمله؟ میتونی بری؟ مواظب خودت باش، قولت هم یادت نره، آروم رانندگی کن. فعلا خدافظ. یه وقت ماشینتو نبری نزدیک دانشگاهی که ببینه. سلام. سلام، دیر کردی؟ داشتم وسایلمو جمع میکردم. دیر شده، بشین زود بری. مگه امروز امتحان داریم؟ مگه یادت رفته؟ امروز به امتحان میان ترم داریم دیگه. میخواستم دیشب برگشتنه بخونم، با اون اتفاقایی که افتاد به کل یادم رفت. فکر نمی کردم بابات اینجوری با هم صحبت کنه. منم فکر نمی کردم تو با بابام اینجوری حرف بزنی. من که حرف خاصی نزدم. درست نیست آخه کسی بخواد تو خاطر اسم و رسمش کار خیر انجام بده. اگه میخواد این کارو کنه خب بره یه شرکت تبلیغاتی براش تبلیغ کنه، کاری نداره. اینجوری که فقط به خاطر اسم کارو یاد میگیرن، خب این درست نیست. ولی من فکر میکنم حرفی که تو زدی هم اصلا درست نبود. من ازت انتظار نداشتم. حال نمیخوای کاری کنی؟ نمیدونم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. آبجی بفرمایید. ممنونم. خدا رفتگانتون رو بیامرز. شما حالتون خوبه؟ آره. من کمی سرم گیج میره. کمکی از دست من برمیاد؟ میخواین تا درمونگاه جایی برسه. آبجی بیا کمک. امام اون خانومه رو افتاد. حاج خانم شما این خانمو میشناسین؟
گاهی سر خاک میبینمشون حاج آقا. میگم آقا مامان میخواین داخل کیفشون رو بگردین ببینین نسخه داروی چیزی پیدا نمیکنین؟ نه آقا جون نه، الان میرسیم بیمارستان، اگه لازم شد همونجا کیفشون رو وا میکنیم. اه به هوش داره میاد. من کجام؟ الحمدلله. کجا منو میبری؟ سر خاک از هوش رفته بودی یا میاد؟ بهتری؟ بهترم، چیزی نیست، کمی فشارم افتاده بود، برم خونه استراحت کنم خوب میشم. خدا رو شکر. خدا رو شکر که حالشون هم بهتر شد. فقط اگه برات امکان داره این گوشه کنار ما رو پیاده کن، دست درد نکنه. آره آره چشم بزه بدیم. مرسی آجا پا. هر شما زیاد بفرم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. الو سلام، میخواستم ببینم کی دفتر تشریف دارین حضوری خدمت برسم. منم همینجا پیاده میشم. گوشی اقلا صبر کنین تا بیمارستان برسونم تو. لازم نیست، چرا شما اینقدر اصرار دارین منو برسونید بیمارستان؟ خب این اخلاق منه دیگه خانوم، من زندگیمو وقف کمک به دیگرون کردم. الو شما کارتون در چه موردیه؟ تلفنی نمیتونیم بگین؟ الان مرجان پیش شماست؟ بله بله اینجا هستن. جلسه امتحانمون تازه تموم شد، بعد اومدیم بیرون، میخواستم راجع به مسئله دیشب باهاتون صحبت کنم. من تا یکی دو ساعت دیگه دفترم، شما اگه قرار منو ببینین بهتره با منشی شرکت هماهنگ کنین. بله روز خوش. منتظر شدم تا حرفاتون تمام شه ازتون تشکر کنم. نه خانم تشکر لازم نیست، آخه نمیشه شما با همین حالتون اینجوری پیاده تشریف ببرین که. بذارین تا یه جایی برسونمتون. چی شد؟ هیچ. خب چی میگفت؟ هیچی، فکر کنم هنوز خیلی عصبانیه. بهت که گفتم اون قضیه تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ یعنی اصلا پدرت اهل بخشش نیست؟ باید حس کنه واقعا پشیمونی، وگرنه به جای بدی میکشه. تو ماشین داشت با یه خانومه صحبت میکرم. چی؟ چی میگفتن؟ نمیدونم. قرار بود بره سر خاک مادرم. من کلاسم داره شروع میشه، میرم در تماسیم. شما که کسالت دارین نباید تنها باشیم بیان اینجور جای دور. من به تنهایی عادت دارم، تا حالاش که به خیر گذشته، این چند روزم هر جور شده باید بیام سر خاک. بعد یه تنهایی همین عادت کردنه. راستی حال دختر خانمتون چطوره؟ خیلی وقت نیومدن سر خاک مادرشون. من شما قبلا دیده بودینش؟ بله، وقتی داشتن سر خاک همسرتون فاطمه میخوندن دیدمشون. من خیلی وقت دورا دور شما رو میشناسم، همسر منم 2 سال پیش فوت کردن. خدا رحمتشون کنه. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. اختیار دارین. التماس دعا. ببخشید آقای عزتی دیگه تماس نگرفتن؟ نه هنوز. نمیدونین که تشریف میارن؟ شما که خودتون دامادشون هستین، چرا خودتون باشون تماس نمیگیرید؟ بله سلام آقا. سلام. بیا تو. چای خوردی؟ بله ممنونم. خب بگو گوش میدم. بله خدمت رو عرض میکردم. خانم هیچکی اتاق من وصل نکن. نه هیچکی. آره داشتی میگفتی؟ بله
عرض میکنم خدمتون. راستش از دیشب فکر کردم، برای عذرخواهی خدمتون رسیدم. سجایا رو میگی دیگه؟ بله. منم به اتفاق دیشب فکر کردم، البته نه به اندازه تو، چون این عمری که گذشته بهم یاد داده که تو کارام زودتر به نتیجه برسم، نه به خاطر این که باهوش‌تر شده باشم و نه به خاطر این که موارد مشابه هر اتفاقی واسم افتاده، موارد مشابه هر کسی رو قبلن دیدم، تو هم واسم استثنا نیستی. بله خیر باشه انشالله. به چه نتیجه رسیدین؟ چی شد فکر کردی بیا اینجا واسه عذرخواهی؟ راستش دیشب یه کمی عصبانی بودین، گفتم که حضوری خدمتون برسم برای عذرخواهی. نشد، نگرفتی. منظورم اینه که واقعا فکر کردی دیشب کاری رو که ازت خواستم باید انجام میدادی یا روی حساب دیگه اومدی اینجا؟ خب راستش با خودم فکر کردم که این حرفا رو تو هیئت جلوی مردم نباید بزنم. و مرجان ازت خواسته بیا اینجا؟ نه بیشتر نظر خودم بود. درست جوابمو بده، مرجان بهت حرفی زده یا نه؟ خب بله، فکر میکنم که صحبتهای با هم کرده بود. من باید به کارام برسم. بعدم رنجه فرمودی. بله ببخشید مزاحمتون شدم. بگین آقای احمدی بیاد اتاق من. بگین آقای احمدی بیاد اتاق من. همین الان. باجز آقا. آقا در خدمتم. بیا این چکو بگی در بچه حامله. 500 تومنش بابت اون پورسانتی که بهت قولشو داده بودم، باقیشم بریز به حساب شرکت. دست شما درد نکنه آقا، فکر نمیکردم یادتون بمونه. اتفاقا برعکس اون چه آدم ها فکر میکنن، من هیچی آدم نمیره. چرا وایستادی؟ برو دیگه، عجله دارم. چشم آقا. ببین اگه پول تو حسابش بود بود، اگه نبود چک و برگشت میزنی با حکم جبر روونه زندونش میکنی، بر میگردی اینجا یه چک 1 میلیونی بابت پورسان میگیری. فهمیدی؟ ببین اسمی هم من و این شرکت نمیاری یا میگی چک چند دست گشته. گرفتم چی میگین آقا، ولی جسارتا این چک مال کیه اینقدر شما رو ناراحت کرده؟ اتفاقا مال آدم خیلی خوبیه، ولی خب ما که نباید اینقدر بخیل باشیم. تفلک زندونیان به نصیحت و ارشاد و این چیزا احتیاج دارن دیگه. ها؟ باید به فکر اونام باشیم یا نه؟ آقا جسارته، با خودمون یه عمر شرخریم. نشنوم شرخر بازی در آوردی. خیلی با احترام. بله آقا. ببخشید. هری. یاد کنیم دفتر آقا سعیدی رو برم بگیرین. نه نه همراهشو بگیر. سلام عرض کردیم آقا.
هزار وعده خوبان یکی وفا نکند آج آقا. چی شد؟ بهت میگم برو. حالا چی کار باید بکنی؟ خیلی بد شد که فهمید کار من بوده. فکر میکنم وقتش که موضوع رو به بابام بگم، اون میتونه مشکلمون رو حل کنه. یه دفعه چه شد؟ باورم نمیشه. چیه باورت نمیشه؟ فکرم انقدر مرد هستی که خودت واسه مشکلت یه راه حل خوب پیدا کنی، نه اینکه هنوز زندگیمونو شروع نکرده رو کمکهای پدر مادرت و بقیه حساب کنی. آخه این چه طرز فکر اشتباهیه؟ مردونگی به اینه که یه تنه تمام مشکلات دنیا رو حل کنی؟ چه اشکال داره به نظر من به جای اشتباه کردن با چهار نفر آدم مشورت کنه، از تفکر و تجربه دیگران استفاده کنه؟ چه اشکال داره؟ ها؟ من فکر میکنم که از اول باید همین کارو میکردیم. منو ناامید کردی. ببین من تمام جوابای دنیا رو که نمیدونم، فقط اینقدر میفهمم که اگر چیزی رو نمیدونم میگم نمیدونم. به نظر من این مردونگیه، میفهمی؟ ولی تو مرد این زندگی، نه پدرت نه هیچ کس دیگه. خیلی خوب، پس به حرف من گوش بده. تو فکر میکنی فهمیدن این اختلاف به همین راحتیه؟ حداقل تلاشتو که میتونی بکنی. خیلی خوب، بذار تلاشمو بکنم. پس به من اعتماد کن. واسه من حل شدن این مشکل مهم نیست، مهم اینه که خودت به تنهایی حلش کنی. حالا سوار شو. میخوام یک کمی تنها باشم. تو برو بعد من میام. تو مرد این زندگی، زودتر فکر کن یه راه حل برای این مشکل پیدا کن. خدا. سلام علیکم. آقای مهدی حسینی؟ بله خودم هستم. میدون چه کدوم برگشت خورده؟ البته خیلی وقت برگشت خورده. من الان اقدام کردم. من که ازشون مهلت خواستم بابا. شرمندم. من جای خبر ندارم. فعلا این چک دست منه. یا اینکه این چک الان پول میشه یا میریم ببینیم قانون چی میگه. ها فهمیدم جریان چیه. شما یه دقیقه اینجا تشریف داشته باشین. من خدافظی کنم. چشم. الو. سلام عرض کردم آقا. من الان با مأمور دم در خونه‌شون هستم. یه جوری بهش بفهمون که در این شرایط سخت کسی هست که بتونه کمکش کنه. آره؟ اگه من تلفن زد میتونی چیکو بهش پس بدی؟ ببین من فقط میخوام من کمک بخواد. همین. آقا من که از کارشون اصلا سر در نمیارم. ولی چشم. بریم آقا جون، من آمادم. بریم. بفرمایید پدرتون. به این زودی؟ مگه شما عجله نداشتی؟ نمیخوام به کسی تلفنی چیزی بزنید برات اون پول بیاره؟ نه آقا جون، من هیچ کاری ندارم. بریم بابا. سلام علیکم. سلام آقا جون. جریان چی آجا؟ هیچی، یه قضیه چک انشالله حل میشه. شاکی اینه؟ بله. این که شاگرد حاج حسینه. به کسی چیزی نگی بابا ها. آخه قضیه چیه؟ هیچی آقا جون. خداحافظ. سلام بابا. سلام بابا جان. دیر کردین. من آماده. آماده چی هستی بابا؟ حرفای شما. حتما چیزای زیادیه که میخواین ازم بپرسین. رفتی جواب سوالا رو برکردی؟
بابا من به حمید نگفتم بیاد پیش شما. من خستم بوشم. هیچ سوالی هم ازت ندارم. بخوام منم بخوابم. السلام علیکه ای ابن رسول الله، السلام علیکه ای ابن امیر. بفرمایی. نمیخورم آقا، برام خوب نیست. چیه؟ چیزی شده؟ شما حالتون خوبه خانم؟ این دفعه به خاطر کارهای شماست که حالم خوب نیست. خاطر کارهای من؟ من که دیروز میخواستم برسونمتون بیمارستان، بعدش هم تو در خونه رسوندمتون. تو رام جز ادب و احترام چیزی همو ندیدیم. همیشه کارهایی که برای دیگران انجام میدی اینقدر خوب به خاطرت میمونه؟ فکر کنم شما مشکل روحی چیزی داشته باشین. با اجازه. صبر کن آقا، من هنوز حرفام تموم نشده. من با آدم قد نشناسی مثل شما حرفی ندارم خانم محترم. از وقتی تنها شدی خیلی دل نازک شدی. قدیما اینقدر زود نمی رفتی. کدوم قدیما؟ اصلا تو کی هستی؟ صبح به این زودی کجا میرین؟ چقدرم به خودتون میرسین؟ نظر شما اشکالی داره؟ نه، فقط یکم عجیبه. آخه شما معمولا یه جور دیگه ای میرین سر کار، یه جوری که انگار زیاد به ظاهرتون اهمیت نمیدین. من دوست ندارم خودم به مردم نمایش بدم. منظور بدی نداشتم. راستی با حمید حرف زدین؟ حرف زدن باش فایده نداره. ما تا کی باید به خاطر جناب‌عالی این آدم و رفتاراشو تحمل کنیم؟ خداحافظ. خداحافظ. الو سلام داداش. الو خواهر. من الان خونه شما. جان خانم خدمت شما التماس دعا دارم. خواهر باش حرف بزن. آخه این چه انتخابی بوده؟ آخه داداش من این ازدواج موقعی با موافقت خود شما اتفاق افتاده. حالا به همین زودی یادتون رفت؟ شما تو امر خیری، ما رو همراهی. هیچی دیگه، تموم شد. الان مرجان صدای منو میشنفه، میگه بابام زندگی منو خراب کرد، خودش میخواد ازدواج کنه. بابا هنوز هیچی معلوم نیست. فعلا خداحافظ. بابا چی میگفت؟ هیچی، چیز خاصی نگفت. پس امر خیر چیه؟ نکنه خبریه؟ نه بابا حتما برای خودش نبوده. آخه حمیدم دیروز باش حرف میزد صدای خانم شنده بود. نمیدونم والا موضوع چی بوده.
سلام علیکم. سلام. خدا رحمتشون کنه. شما چرا زحمت کشیدید؟ اختیار داریم، وظیفه است. با من کاری داشتی؟ عرض به حضورتون، من چند تا دکتر میشناسم، خیلی خوبن. گفتم اگه کسالتتون هنوز ادامه داره بهتون معرفی کنم. نه بهترم، خیلی بهترم. راستی امروز شما اینجا اومدین، قصد فضولی ندارم، فقط یادمه که گفته بودین ماهی یکی دو بار فقط میایین اینجا. بله بله، اما از دیروز یه احساس عجیبی پیدا کردم. به مرگ؟ نه نه نه، بهش چطور بگم، اصلا بهتره تورا در بارش صحبت کنم. ببخشید کدوم با؟ چیزه، اینجا محیط زیاد امن نیست واسه خانوما، ماشینم راحت گیر نمیاد. لطف دارید، من به پیاده روی عادت دارم. خدا خیرت بده، ماشینت کجاست؟ من هم پادر دارم هم حال پیاده روی ندارم. بله بسیار خوب. چرا جواب نمیدی عمه؟ حمیده، میخوام امتحانش کنم. داداش مرد بدی نیست، این مشکلش با حمیدم به تو ربطی نداره. اونا دوتا مردن، خودشون با هم کنار میان. تو خودتو بکش کنار، نظر زندگیت خراب شه عزیزم. در ضمن خیلی بده که اون تلفن رو جواب نمیدی. یا از شما چه پنهون؟ گفتید اسمتون چیه؟ حسین هاش خانم. حسین آقا، منم خیلی میام سر خاک. وقتی هم میام نمیدونین چه احساس عجیبی دارم. نمیدونم این به خاطر پیریه یا به خاطر تنهایی. نظر شما چیه؟ شاید هم به خاطر هر دوتاش باشه. فکر کنم به اون نشونی که داده بودین داریم میرسیم. بله من کاری ندارم، اگه شما جای کار دارین من تو ماشین نشستم. نه نه خانم، مزاحمتون نمیشیم دیگه. خواهش میکنم، اختیار دارین. ممنون از لطفتون. خواهش میکنم خانم. خداحافظ. دست شما درد نکنه. منم پیاده میشم اگه اجازه بدین. این چند قدم دیگه خودم میرم. نه شما صبر کنین، صبر کنین، من باهاتون کار دارم. راستش من امروز به خاطر یه خواب عجیب اومدم سر خواب. این خواب به من ارتباطی داره؟ حقیقتش من خواهرم خواسته بودم بیاد با شما حرف بزنه، ولی خواب فکر میکنم بد نیست چند کلمه خودم بهتون بگم. از خودم، از زندگیم، از کارهایی که کردم. اگه اشتباه میکنم به من بگید، حرفای شما مثل خواستگاری میمونه. شما که چیزی در مورد من نمیدونید، از آشناییمونم که مدت زیادی نگذشته. اگه به خاطر اون خانمم نبود ما حتی اسم همدیگرم نمیدونستیم. من واقعا گیج شدم، نمیدونم شما چه فکری میکنید، چه معیاری برای خودتون دارید. اصلاً من خودم هم گیج شدم. خب این حرفایی که میزنین به اون خوابی که میگین ارتباط داره؟ شما حالتون خوبه؟ تصادف نبود آقای دکتر، من فقط ترمز کردم. فکر کنم بنده خدا ترسیده. خود شما از سابق بیمارشون خبر ندارین؟ نه والا.
من فکر کردم شما همسرشون هستین. چه نسبتی دارین؟ نه اشتباه نکنین آقای دکتر. ایشون یه مسافرن. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. ما داشتیم از سر خاک همسرمون میومدیم. گفتیم تا یه جا برسونیمشون ثواب داره. فعلا که وضعیتشون خوبه. بهتره شما بیرون باشین تا ایشون یکم استراحت کنن. بله. اما قبل از رفتنتون حتما با پذیرش هماهنگی کنین. چشم. چشم آقای دکتر. خیلی ممنون. بهتری شما؟ بله بهترم. خدا رو شکر. ای وای خدا مریم بده چی شده داداش؟ هول نکن آبچی، هول نکن. من که چیزی نشده سرم رو گنده اینجا بایستدم. خانم حالشون به هم خورده، آوردیمشون بیمارستان. مگه این خانم کی هن؟ آها نکنه اجازی. آخه شما خوب هستین، حال شما خوبه، خانواده خوب هستن. میگم آبجی دکتر گفتن که بیرون باشیم استراحت کنن ایشون. با اجازهتون خانم. با اجازه میام خدمتتون. بفرمایید آبجی. خب داداش تعریف کن ببینم جریان چیه. بابا جریان اونجوری که تو فکر میکنی نیست. هر چی بود تلفنی بهت گفتم دیگه. من از یک کلمه‌ش هم سر در نیاوردم. آخه با این سرعت تصمیم گرفتی ازدواج کنی. اونم با کسی که درست نمی‌شناسیش. کسی که فقط یه روز باهاش آشنا شدی. من خیلی وقته که تصمیم داشتم ازدواج کنم. آخه واسه آدمی مثل من بنده که بگن چرا حاجی مجرده؟ چرا به فکر کامل کردن دینش نیست و تنهاست؟ میفهمی که چی میگم؟ حالا میخوام یه پادرمیونی خواهرانه برام بکنی. بری تحقیق کنی ببینی کیه، چی کار هست، خانوادش کیان، سابقه شون چیه. ببینی نماز روزه شون براز. تو که خوب بندی از زیر زبونش حرف بکشی. برو ببینم چی کار میکنی. الان بهتری عزیزم؟ آره بهترم، برم خونه استراحت کنم بهتر میشه. حالا یه ذره بشن حالت جا بیار. ببینم خونه کسی منتظرته؟ نه من هیچ کسا ندارم، هیچ وقتم بچه دار نشدم. داداش میگفت دیروز زیاد حالتون خوب نبوده، خدای نکرده بیماری خاصی دارین؟ چیه؟ میخوای اول بدونی سالمم بعد بری سراغ اصل ماجرا. اصل ماجرا؟ منظورتون چیه؟ منظورت امر خیره؟ من فقط کمخونی دارم، تازگیام مقدار اعصابم ضعیف شده، ولی سرطان نیست. تازه خواستم به برادرت بگم که قصد ازدواج ندارم. این تصادف لعنتی فرصت شو ازم گرفت. باور کن دیگه الان کسی این حرفو نمیزنه، آخه فرصتش پیش نمیاد. حالا پاشو بریم بیرون یه هوایی بخوریم حالت بهتر شه. داداش چرا اینجوری نگاه میکنی؟ زشته، سنی از شما گذشته. نگران نباش خواهر، من دارم یه چیزی رو امتحان میکنم، مسئله خیلی مهمه. میخوام ببینم صبح خیالاتی شده بودم یا نه. شما که اینقدر دلتون میخواد ازدواج کنین چرا تا حالا به خودم نگفتین؟ ازدواج چیه خواهر؟ ببخشید مشکلی پیش اومده؟ نه عزیزم، صحبت های خواهر برادریه، چیز مهمی نیست. راستی شما شاغلین؟ بله من معلم هستم، ولی چند ماهی به خاطر بیماری مرخصی گرفتم. داداش هر سال روز عاشورا مراسم نذری دارن، انشالله امسال شما هم بیاین اونجا شفای مریضیتون رو بخورین. انشالله. شما رو بررسی بکن، اگر کم و کسری چیزی هم بود به من اطلاع بده، امید خدا مشکلات برطرف میشه. حالا ما نمیذاریم اینجوری بمونه، امسال باید خیلی قوی برگزار بشه. انشالله. آقا سلام عرض کردیم. سلام علیکم، احوال شما؟ مشتاق دیدن حاج آقا. خیلی متشکر. ببخشید من گرفتارم، ان شاءالله یه فرصتی دیگه. من برمیگردم. آقا خیلی مخلصیم. حال شما خوبه؟ نوکرای امام حسین، ان شاءالله نظم و ترتیب رعایت بکنید که دسته عزاداری امام حسین ما بتونیم خدمت بکنیم. آقا سلام علیکم. و علیکم السلام. یالله حاج حسین
واقعا که از شما توقع نداشتم. من چی شده؟ خودتون بهتر میدونید. برادرها توجه داشته باشن، یکی از زحمت کشین این هیئت، یکی از پیر غلامای امام حسین، امروز به علت بدهی متاسفانه راهی زندون شده. اینه که ما دور هم جمع شدیم به حق کرم آقا امام حسین کمر همت ببندیم، دست این بنده خدا رو بگیریم. باشه که امام حسین دست کرمش الو ان شاء الله که کشکولش کدوم خالی نباشه راهی بین الحرمین شیم. صلوات بفرستیم. وای خدا چقدر سرده. سلام جوون. سلام آقا. یالله شاکرین. بیا بابا مال هیئته. مال کدوم هیئته؟ من که هیئت بودم، شام نمیدادن. چرا؟ هیئت حاج چه فرقی میکنه بابا؟ خدا رسید. خدا قبول کنه، دست شما درد نکنه. نوکر شما. یالی قربون شما، اشتا من گشتگی میمردم. قربونت برم خدایا، مترسم خدایا. من باید آخرین نفری باشم که این ماجرا رو میفهمه؟ اول و آخر نداره که بابا جون. وقتی آدم یه رازی رو به همه مهریت میگه، از شابدرزیم تا شمرون به اضافه شما خبردار میشین. ولی اگه خودتون میگفتین ارزشش خیلی بیشتر بود. این یعنی نظر منم براتون مهمه. چش بابا جون، بس دو دقیقه بشینم خستگیم دره، نظر شما رو هم میپرسم مرجان خانم. خوبه بابا؟ خب همین چه خبر؟ امروز اصلا با هم حرف نزدیم، یعنی من تلفناشو جواب ندادم. مطمئنم بازم سعی میکنه اون ناراحتی رو از دل شما در بیاره. من تصمیم گرفتم یکم بهش سخت بگیرم تا بیشتر قدر من و زندگیمونو بفهمه. عجب. خب شما بگین مامان جدید من کیه؟ چه شکلیه؟ چی کاره است؟ یا به قول خودتون چند وقت این رازو از ما مخفی کردین؟ ببین بابا جون، یه چیزی میخوام بهت بگم که به همه مهریتم نگفتم. دیروز که سر خاکم خانمو دیدم، شبش اومد به خوابم، تو خواب داشتیم با هم حرف میزدیم که صورتش با صورت مادر عوض شد. امروز ظهرم که داشتیم با هم حرف میزدیم همین اتفاق افتاد. شما مطمئنین که میاد؟ خودش گفت این چند روزه رو حتما میاد.
به کی زنگ میزنی؟ یکی از همکلاسامه. حتما سر کلاس جواب نمیده. شایدم داره برات کلاس میذاره. از این جزوه ها حتما کپی بگیر اینا تا پس فردا من بدم امتحان دارم. باشه. فقط حمید جان چرا متعلی؟ چرا مزن تلفنی داری؟ برم به خانومت بگم تو کاری جز خبرچینی بلد نیستی؟ بالاخره هر کسی رو به هر کاری ساختن دیگه. بفرمایی. سلام علیکم. از کجا؟ بله شه هشمن تا نیم ساعت دیگه خدمت میرسم. مرمز شما زیاد. خداحافظ شما باشه. خدا نگهد. بریم باشه. من باید برم چه دیگه. باشه بریم. بفرم. دست شما درد نکنه. اگه با پرداخت این وام 1 میلیاردی موافقت بشه میتونیم تو نصف زمینم که نقشه‌شو دیدین یه درمونگاه خیریه بسازیم. از نصف دیگه زمینم میتونیم چند تا واحد تجاری دراریم که با سودش کمک حال مریضای بی‌بضاعت همین درمونگاه باشیم. من حرفی ندارم، اما تو این زمینه باید یه تحقیق کاملی بشه، هم در مورد طرحتون هم در مورد نیت اصلیتون که ببینیم واقعا ماجرا چیه. ماجرای این واحد تجاری رو میفرمایین؟ اتفاقا اون که تکلیفش معلومه، اما در مورد این درمانگاه خیریه که میفرمایید من میخوام ببینم با انجام این کار قرار شما به خدا نزدیک بشی یا خدای نکرده این مسئله پله یه برای رسیدن به اهدافی که شر و شورش خیلی زیاده. این چه فرمایشی که میفرمایید آقا؟ من از شما دیگه توقع نداشتم. یعنی در دنیا اینقدر بسته شده که من بخوام باید درمونگاه خیریه اونم تو محل آب و اجدادیم دنبال کلاهبرداری و مقام باشم؟ دست آجاقا عصبانی نشید، کسانی هستن که تو رجمن شما از موقعیتشون سوء استفاده میکنن. متاسفانه ما از این قبیل موارد زیاد داشتیم، کسایی که به اسم کارهای خیر این شکلی خواستن از امکانات دولتی یا حتی عناوین دولتی استفاده نابجا بکنن. ما هم در مورد شما تحقیق کردیم، البته به خاطر این درخواستی که داشتین. ما یعنی کی؟ حاجی خو میشه معرفی بفرمایید؟ شما فکر کنید ما یعنی مرجع ذی‌صلاح. به هر حال این خیلی جالبه که شما به خاطر اسمتون کارهای زیادی انجام دادین، که البته اینم خیلی بد نیست، اما برای انجام کارهای خیر راه‌های دیگه هم وجود داره، فقط نباید به خبرگزاری‌ها اطلاع داد. بعد آدم طوری زندگی کنه که هر کی اسمشو میشناوه دعاش کنه؟ این قولیه که من به آقام خدا بیامرز داده بودم. آقایون شما دارین در مورد من اشتباه میکنین. بفهمید بشینید حاج آقا. ما قضاوتی نکردیم، فقط میگیم تو این زمینه باید تحقیق بشه. ببینید حاج آقا عزتی عزیز، من کسی نیستم که بخوام به شما درسی بدم، اما شما مطمئن باشین اجر دعای خیری که برای کسی میشه اشتباه هم به کسی دیگه ای داده نمیشه. بله حتما همینطوره. با اجازتون. در پناه خدا. تکلیف چی آجا؟ سلام. میبینم که پیشرفتای حاصل کردی، جواب تلفن نمیدی. جواب تلفن ندادن ما با شما خیلی فرق میکنه. میخواستم به یه نتیجه قانع کننده برسم بعد بیام پیشت. میخواستی چه نتیجه‌ای بگیری؟ تو فقط قرار بود تنهایی یه راهی پیدا کنی که دل بابای منو به دست بیاری. همین. راجب تمام حرفایی که زدی حسابی فکر کردم، باورت نمیشه فکرم کجا رفت.
ببین من فکر میکنم که مشکل ما ریشه داره، اساسه تر از این حرف هست. وقتی تو این همه اصرار میکنی، پا فشاری میکنی که من دل پدرتو به دست بیارم، یعنی چی؟ یعنی که معلوم نیست ذهنیت تو کجاها رفته. ببین این ذهنیت برای زندگی آیندمون اصلا خوب نیست. چطوری بهت بگم؟ زندگی آیندمون رو به هم میریزه. این که من دل پدرتو به دست بیارم فعلا فراموش کن، چون من گناهی نکردم. ما باید به چیزای مهمتری فکر کنیم. ببین من واسه حرفام دلیل دارم. تمام دلیل ها من تو این کاغذ نوشتم. بخون. این چیه؟ تا دیر نشده به نظر من بهتره که... بهتره؟ که چی؟ ببین بهتره که... نمیدونم چجوری بهت بگم. گفتنش واسه خودم هم سخته. ببین من فکر میکنم که ما برای زندگی کردن با همدیگه مناسب نیستیم. چجوری بگم؟ بهتره که از همدیگه جدا بشیم. من راجع به این قضیه با پدر مادرم صحبت کردم، اونا هم خیلی مخالفن. دوست دارم نظر تو هم بدونم، به هر حال تو شریک زندگیمی. نظر تو برای من خیلی مهمه. این حرف آخرته؟ حرف آخرم رو گذاشتم تو بهم بگی. هرچی لازم بود الان شنیدم. منظور من همین طرز برخوردت. اون کاغذه هیچی توش نبود، سفید بود. ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم راجع به حرفای من خوب فکر کن. باشه؟ ببخشید، خسته نباشید. چه خبر؟ یه خانمی چند بار زنگ زدن، باهاتون کار واجب داشتن. شماره همراهتون هم خواستن، من گفتم اول باید از خودتون اجازه بگیرم. خب، نپرسیدی اسمشون چی بود؟ حیدری نبود؟ نه، فکر کنم گفتن خانم حاج مهدی. آخه میدونید صداشون یه کمی گرفته بود، درست نشنیدم. نپرسیدی چی کار داشتن؟ نه خب ولی یه شعری خوندن، گفتن که بهتون بگم شما خودتون میفهمین. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، بقیهش هم یادم رفت. ماشاءالله به این موشو حواس. بفرمایید به کارتون برسیم. بله. ما ز یاران سلام عرض کردیم آبجی مهری، احوال شما؟ من زنگ زدم خونتون، مرجان یکم ناخوش بود، دارم میرم ببینم چی شده. آخه صبح سر خاک مادرش بودیم، احتمالاً دوباره دلتنگ شده. آره شما هم که دیگه دستبردار این زیارت اهل قبور نیستی داداش. یاد مرگ دل آدمو صفا میده مهری خانم، مخصوصاً دل شما رو. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. فقط زنگ زدی تیکه بارمون کنی؟ فقط که نه، زنگ زدم یه خبری بهتون بدم. ببینم برای بعد از ظهر وقت دارین؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام ایزه هست؟ بفرمی 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 خواهش بکنم. یا الله ازم خانم اصلا از اقوان. بله خوشحالم از زیارتتون. ممنون. حالتون که خوبه ایشالله. خیلی ممنون. پدر مادر ایشون در قید حیات نیستن. این شد که من خدمت رسیدم. خدا رحمتشون کنه.
حقیقتش من امروز روز خوبی نداشتم. تلفن مهری که غافلگیرم کرد. شما که ظاهراً نظر مثبتی نسبت به این مسئله نداری. راستش اول نمیخواستم درخواست خواهرتون رو برای این ملاقات قبول کنم. ولی وقتی فکر کردم که ممکنه شما رو سر خاک ببینم نرفتم و حتی قولم رو به خودم شکستم. ترجیح دادم که با شما رو در رو صحبت کنم. یعنی دیدن من انقدر برای شما تلخ و ناگواره؟ نه، خدای نکرده قصد جسارت نداشتم. ولی از وقتی موضوع خواستگاری شما پیش اومده یه مقدار دیدنتون برام مشکل شده. بفهم. آقا دست شما درد نکنه. چیزی دیگه میل ندارید؟ فعلا نه قربون شما. بفهم شما. خب فکر میکنین من کار نادرست و ناسوابی کردم؟ برای من دیر شده یا برای شما خیلی زوده؟ کار من اشتباه بود. به جایی که از شما فرصت بگیرم که جواب بدم باید پرسجو میکردم، تحقیق میکردم یا هر چیز دیگه که مرسومه. ولی مثل دخترهایی که 20 سال از خودم کوچکتر هستن کار درست نبود. دست باچه شدم و امروز میخوام دلیلش رو بهتون بگم. بفرمایید بنده سرافا گوشم. من نگاه و حرفای شما رو بررسی کردم. یادتون از یه خواب حرف میزدین؟ فکر میکنم دلیل این پیشنهاد شما فقط اینه که من شما رو به یه دلیلی که خودم نمیدونم چیه یاد همسر مرحومتون میندازه. فقط همین. مسئله شما فقط همینه، درسته؟ پس به همین خاطر میخواستم بگم موضوع رو کاملا فراموش کنید چون پایان خوشی نداره. انقدر زود قضاوت نکنی. شاید این ماجرا یه نشونه از طرف خدا باشه. کسی چه میدونه؟ هر چیزی به خاطر خودش خوبه. خداحافظ شما. خداحافظ. بخور عزیزم. چقدر چای نبات میدی بخورم همه؟ بخور قربونت برم، فشارت افتاده. هرچی فکر میکنم میبینم من اشتباهی نکردم. اگه هم اشتباه کردم انقدر بزرگ نبوده که کار به اینجا بکشه. اینم خودتون بخوری. شاید به خاطر داداش بوده عزیزم. چرا باید حساب من و بابامو یکی کنه؟ تو خودم همین کارو کردی قربونت برم. من که توقعی نداشتم، فقط میخواستم رو پای خودش وایسه. گفتن این حرفو به من فایده ای نداره، باید به خودش بگی. ای فکر کنم باباته. سلام داداش. سلام. سلام بابا. سلام. کجا میری داداش؟ حالم زیاد خوش نیست. چیزی شده؟ حمید چی؟ تصادف کرده؟ نه، ازش خواسته که جداشم. شوخی میکنی نه؟ داری سر به سرم میذاری؟ فکر کنم زیاده روی کردی داداش. نباید اینقدر بهشون سخت میگرفتی. اینم نتیجهش. این بود اون پسر اهل و سربرایی که این همه ادعای دین و ایمونش میشد. الان حالیش میکنم. داداش اگه الان بهش تلفن کنی دیگه خونتون نمیام. کجا میری داداش؟ میرم از شهر. ببینم نتیجه حرفای امروز خودتون به کجا رسید. به ناکجا. سلام، صبح بخیر. دیروز کسی اومده بود در خونه؟ شما که میدونین چرا میپرسین؟ وقتی خودت بهم بگی یعنی واسه نظر منم اهمیت قائلی. خب حالا واقعا نظرتون چیه؟
من تا ندونم بین شما چی گذشته نظری نمیده. خودتون همیشه میگفتین هر چیزی یه قیمتی داره. جدایی ما هم قیمت به دست آوردن دل شماست. اشتباه میکنی، این قیمت شکستن دل منه. همه پرونده های داخل کشور رو باید نگاه کنیم. پرونده شماره 17 هم لطفا قبول کنید. آقای عزتی، حاج آقا شما کجا تشریف دارین؟ از صبح 10 دفعه با گوشیتون تماس گرفتم. چند نفر اومدن واسه تحقیق، دارن اسناد مالی شرکت رو چک میکنن. شما چرا بهشون اجازه دادین؟ حکم قضایی دارن، فقط اگه خواستن چیزی رو ببرن من چیکار کنم؟ حالا جلو اونا اینقدر نگران با من حرف نزنین، فکر میکنن ریگی به کفش داریم؟ خودشون که چیزی نمیگن. شماره 24 هم بنویسید. شما نمیدونین این کار واسه چیه؟ کاری ندارین. تصمیم گرفتم این دفعه حرفتو نشنیده بگیرم. معلوم هست دارین چی کار میکنین، نزدیک منو بکشین. این آقا جون، زندگی مثل این ماشین نیست که هر وقت خواستی ترمز کنی. خیلی از راهام یه طرف است. اگه مردش نیستی واسه چی واردش میشی؟ این مزخرفات چی بود که به دخترم گفتی؟ فکر کردینم یه راهی که میتونه اسم منو حسین عزتی رو خراب کنی؟ اینطور که معلومه به جای اینکه شما نگران زندگی مرجان باشین، بیشتر نگران اسم و رسم خودتون هستین ها؟ من با خود مرجان صحبت کردم و تمام دلایلمو برای جدایی بهش گفتم. سر من همین الان برو دنبالش، با هم برین همین اطراف ما دنبال یه خونه بگردین. اگه پس هنگ کردین فقط یه زنگ به من بزنین، باقیش با من. ما راه رفتن شما رو رو پاهای خودتون دیدیم، باید یه کمی رو پاهای بزرگترها تاتی تاتی کنین تا کم کم راه رفتن رو یاد بگیرین. برو به سرم، برو. اینجا خواهشمند تصریف رو میبینید نسبت بررسی اسناد مدارک. چیز دیگه نگفتن؟ راستش حاج آقا من خیلی ترسیده بودم، گفتن به یه چیزایی مشکوک شدن و باید همه قراردادای این چند ساله رو چک کنن. خب چک کنن؟ من تا حالا قرارداد خلافی تو این شرکت بسته شده که شما اینقدر ترسیدین؟ یا من یه کسی شاکی اینقدر اومده تو؟ بالاخره هر چیزی یه بار اولی هم داره حاجی. سلام عرشد آقا. سلام علیکم احوال شریف. من همچین دستوری ندادم حاج آقا. اون جلسه هم فعلا حالت دوستانه داشت. اصلا چطور شما یه سر بلند شین بیان امشب هیئت ما؟ ببینیم مشکل شما چیه؟ یه امامزاده است اطراف شهر. آدرس رو یادداشت بفرمایید. بله آقا. خودکار بمونه. بفرمایید. الو. سلام بابا. بذار بزنم بغل. اصلا نمیدونم کجا هستم. انگار گم شدم بابا. بله.
خدایا منو تنها نذار، کمکم کن خدایا به خاطر همه کارایی که کردم. آی خلق الله کجایین؟ من براتون بیمارستان ساختم، مدرسه ساختم، کجایین کمکم کنی؟ خدایا منو تنها نذار ای خدا، ای خدا منو تنها نذار. هر چی بخواییم بهتون میدم، هر تمام ثروتمو میدم کمکم کنید. بازم گرفتار شدی آجسه؟ من کجام؟ تو بیابون خدا. خدایا کمکم کن. چرا از خدا کمک میخوای؟ تو که حتما کمکم نمی کنی چون انداختم زندون. پس از کی کمک بخواب؟ از خدا کمک نخواب، از اون کسایی کمک بخوا که تو رو میشناسن، میدونن چه آدم خیری هستی. من رو اینجا تنها نذار، کمکم کن. تو الان بیهوشی، داری خواب میبینی. اگه خوابه من چرا دستم درد میکنه؟ این خواب با خوابای دیگه فرق میکنه. ای خدا، خدایا کمکم کن، من اینجا تنها نذار ای خدا، ای خدا. بله آقا. برای چی میخوای کمکم کنی؟ مگه امشب غذای بی‌منت به من ندادی؟ من آمدم کمکت کنم، دستتو به من بگو یا علی. یا علی بیا بالا. کجا؟ تکون نخورین بابا، اینجا بیمارستانه. هر کسی بوده خدا خیرش بده. اگه نیم ساعت دیرتر میرسیدین معلوم نبود به خاطر خونریزی الان تو چه وضعیتی بودین. آقایی که شما رو آورد با رضایت ما رفتن، معلوم شد که توی تصادف شما مقصر نبودن، فقط جونتون رو نجات دادن. الان سه روز اینجایین، گفتم که اون ماشین خطرناکه. خدا رو شکر هرچی بود به خیر گذشت. من بیرون منتظر وامستم. حدود 12. میخوام کمکم کنی، کمکم کنی که اشتباهم دورم کنی. خب پسر جون، چطوری این پول جور شد؟ خواست خدا بود کمک آج آقا. یه آدم خیره، از بچه های هیئت خودتونه، قرار شد که اسمی ازش برده نشه. ببینم پدر خانومتونم در جریان هست؟ انشالله شما رو ببینه تو جریان قرار میگیره. از وقتی افتادم گوشه زندون، زنم هم افتاده گوشه بیمارستان، کسی نبود به موقع کمکش کنه. بابا، بابا، بابا. چی شد؟ هیچی، خودتون گفتین بیدارتون کنم. یه ساعت پیش گفتین میخواین بین امامزاده پیش آقای سعیدی. خواب میدیدین؟ آره داشتم خواب میدیدم. احمد خبری نشد؟ نه، مگه قرار بود امروز خبری بشه؟ اون نیست، بس داشتم خواب میدیدم. امیرم زود برمیکردم.
چیزی یادتون رفته؟ نه با یه چیزی یادم اومد. چی؟ عشقونی بابا عشقونی. Ha 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 ha.